شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام. سلام، بفرمایید خانم. من از اسپانیا تماس میگیرم. من دانشجویی اومدم اینجا، حدود 6 سال هست که 5 یا 6 سال هست که اینجا هم. میخواستم راجع به رابطم با تون صحبت کنم. شما چند سالتون عزیز؟ الان 36 سالم هست. 36؟ بله. شما در ایران چی خونده بوده؟ چه میکرده؟ در ایران من مدیریت پروژه خوندم که اصلا بعدش که تموم، یعنی فقط خواستم تمومش کنم، بعدش هیچ علاقه‌ای بهش نداشتم. دوست داشتم شیمی دارویی بخونم که اومدم برای خوندن شیمی دارویی. و یا الان کجا هستی؟ از در درس تمام شده؟ من یکم عقب موندم، تقریبا یک سال دیگه مونده که تموم کنم. یعنی چه مدرکی میگیرید عزیز؟ مدرکم میشه فوق لیسانس. فوق لیسانس در حقیقت شیمی دارویی شما میفرمایید؟ بله. یعنی تو کار تحقیق و مطالعه درباره داروها هستی؟ هم در مؤسسه هم کار تحقیق و داروها باشم، هم توی داروخانه، هم توی این موارد میتونم کار کنم. متوجه هستم. فرزند چندم هستید عزیز؟ فرزند سوم. از چند تا؟ از 3 تا. اون دوتا پسرن دخترن؟ چی هن از شما بزرگتر؟ اولی ببخش دیگم، اولی پسره، دومی دخترم. چرا برای این موضوع ناراحت شدی؟ آقا این که یعنی بی دلیل، یعنی این که من متوجه نشدم آدم درباره خواهر برادرش ازش سوال کنن ناراحت بشه؟ نه، یاد خانوادم افتادم، ببخش. یا شما در 30 سالگی پاشتید رفتید اسپانیا، در 36 سالگی یاد خانواده تو رفتید؟ نه، یاد پدر و مادر و اینا، همین مشکلاتی که داشتیم و اینا یه لحظه افتادم. اون که یاد نداره، اون که کابوسه که این مسائل و مشکلاتی داشتی. حالا اون رو بگذاریم. به من بفرمید این آقا ایرانیه یا غیر ایرانی؟ غیر ایرانی. کجایی هست؟ اسپانیاییه یا مال جای دیگه هست؟ بله، اسپانیایی. یعنی مال هم محل اونجا. چند سالشه این آقا؟ بله، از من کوچکتره، 4 سال. چی خب؟ 1 سالش. فرزند چند؟ پزشک دارم، تخصص میخونم سال دوم، تخصص ریه میکنه، فرزند دوم. از چند تا؟ از دوتا. خواهر داره، خودش دومی. به من بگید چه مدتی هم دیگر رو میشناسیم؟ ما حدود 2 سال و نیمه که همدیگر رو میشناسیم. بعد من این چند روز یه هویی که نه، از خیلی وقت تصمیم داشتم که ازش جدا بشم. یهویی همه وسایلم برداشتم، جمع کردم و اومدم بیرون، اومدم خونه دوستم. نه، یعنی با هم زندگی میکردید؟ حدود 6-7 ماه. خب حالا دو تا دلیل یا دو تا علتی که سبب شد رابطه رو بخواید تموم کنید چی بوده؟ یکیش این که همیشه اصرار داشت که همه چون ما باید 50-50 پرداخت کنیم، یعنی حتی اگه میدید که من دانشجو هم مثلا مشکل دارم و اینا، همیشه پرداخت میکرد خودش اول، من بعدم بهش میدادم، چون مثلا کارهای پارت تایم انجام دارم، هر موقع پول میگرفتم بهش میدادم. نمیشه من بگید استدلالش برای این کار چی بود؟ میگه که پول من مگه بیارزشه، میگه همچین چیزی، میگه به من چه که مثلا تو مثلا کار درست نداری، داری درس میخونی. خب برای که انتخاب کردی. بعدم اگر وقت بستی به بچه ها رسید چی؟ بچه ها باید برن کار بکنن، پول در بیارن، خرج خودشونو بدن. من دقیقا همین مشکلم بودم، گفتم خب من شما چرا فکر بگیم چه آدم خسیس بیمعنی برای شما کسی جالبی بوده که این من مدت باش بوده یه آدم خسیس؟ خودم خیلی بهش نیاز داشتم. به چه چیزه ایشون نیاز داشتی؟ نمیتونم احساس کنم، مثلا از من همیشه خیلی طرفداری میکرد، مثلا در برابر خانوادهش، یا مثلا طرفداری برای چی میکنی؟ من شما تو جنگ بودید؟
چون مامانش از من یه جورای متنفره کلا. خب معلومه، برای اینکه از بچه یک خارجی هستید، دو از بچهش بزرگتری. فکر میکنه که من دارم کلا از مادرش دورش میکنم به خاطر همین. حالا اون فکر میکنه، این وظیفه شما نیست که اینو ثابت کنید. ولی آخه شما چرا فکر کنید همچین رابطه دو... آره سه تا چیز خوبه این آقا چیه؟ سه تا چیز خوبش اینه که سعی میکنه توی جمع و اینا مثلا یه خونه مثلا اگه ببینه ناراحت هم مثلا بهم توجه میکنه، مثلا میگه چی شده و اینا. واقعا چه آقایی، چه خانم. یه آدمی ناراحت بشه، آدم ازش بپرسه چی شده، این میشه با یه امتیازی که آدم به یه همچه آدمی علاقه من میشه. شما حالتون خوبه؟ نمیدونم واقعا. خواهر من قبول نمیسته تا چیز تو این آقای توفه چیه؟ برای که ببین عزیز، یه مثل این مونه که تو برگرده بگی من شیمی میدونم، بعد من بهت بگم چیزی به اسم مثلا اسید سولفوریک یا سولفات آهن وجود داره، بگی نه همچه چیزی نیست. من دیگه احتیاج داره از تو با سوال دیگه بکنم؟ من تو شیمی نمیدونی. یا آدمی برگرده بگه که به من چه که تو پول نداری، ما میریم بیرون یه خرجی میکنیم، تو با سهم خودتو بدی. آیا شما دوربر خودتون کارو انجام میده، مثلا پولو خرج میکنه در نهایت، ولی مثلا همیشه میگه، همش میگه اینو. خب شما با یه آدمی روبرو هستید که مسائل مالی و پول اصلا برایش حالت بیمارگونه ای داره. برای که شما من بگید از 100 تا آدمی که دوربرتونن، چه اسپانیایی چه ایرانی، کدوم رو اینجوری دیدید؟ من اتفاقا پرسیدم از همین دوستای اسپانیایی، اینا گفتن نه اینجوری نیست، هر کی هر چقدر داره همونو میده و تمام میشه، هر کی بیشتر بود در میاره اون بیشتر بود خرج میکنه. حتما، برای که اساس کار در رابطه های دوستانه مبادله است. من چی دارم میده، اون هم چی داره میده، هیچ کسی هم کاری به حساب کتاب نره. معامله تو بازاره که 100 یورو میدی در مقابلش باید 100 یورو بگیری، اگر 90 شد 10 یورو هم بهت میدن. ولی این که تو رابطه های دوستانه نیست. حالا غیر از این چه چیزی مشکلی با این آدم شما داشتید؟ غیر از این، این که مثلا قرار بود یه کاری انجام بدیم، همش میگفت تو باید انجام بدی، چون من مثلا سرم شلوغ، کارم زیاده و اینا. بعد اگر مثلا اون کار اونجوری که دوست نداشت باشه خیلی عصبانی میشه، میگه تو مثلا اصلا بلد نیستی انجام بده، همش من باید انجام بدم، اگه من انجام ندم تو درست انجام نمیدی، همش اینا رو به هم هی میگه. خب بنابراین شما رو که آماده بید از کودکی هم معلوم آسیب دیدید، در مسیر تحقیر و تو سرتون زدن قرار میگیره برای که در خدمتش باشید و کلفتش باشید. شما چرا کلفتی میخواید؟ احساس میکنم حداقل یک کسی رو اینجا داشتم مثلا. یعنی چه؟ چقدر آدم باید احساس به بی کسی بکنه که به هر کسی پناه ببره؟ بله شما از نظر ظاهر و زیبایی و اینا تحفه نیستید و بنابراین شما رو پذیرفته و پسندیده قبولش میکنی؟ آدم یه آدمی مالی که نه خوب هستم، ولی خیلی خیلی خجالتی هم. خب خجالتی به دلیلی که آسیبی که دیدید، چرا نرفتید مسائل و مشکلاتتون رو حل کنید؟ خب آدم خجالتی معناش اینه که من از آنچه که هستم و از آنچه که دارم خجالت میشم. پس لطفاً تو سر من هم بزنید، چون لیاقت هیچ چیزی رو ندارم. معنیش اینه خجالتی؟ روی خیلی کار کردم ولی چه کاری کرده؟ یعنی خیلی تلاش کردم که مثلا این حالتم یه ذره بهتر شدم از قبل، ولی بازم مثلا میبینم. خب عزیزی من، شما صبر کنید. اولا خجالتی بودن یعنی من از اونچه که هستم و دارم خجالت میشم. خجالت در این منم، این سنم، این قدم، این وزنم، این پولم، این سوادم، این هوشم، این مادرم، این پدرم، این ماشینم، این لباسم. این که اول. دوم رفتی سراغ یه آدمی که تو سرتون میزنه. خب یعنی اصلا نوع برخوردش غیر عادی است. بله یه آدمی که اسپانیایی، نتیجتا شما با یه همچین انتخابی تصمیم میرید برای همیشه باید اونجا باشید و یا هرگز در ایران نباشید، برای که او که دنبال شما راه نمیفته بیاد ایران. در حقیقت شما خیلی خوب کشورتون رو هم پشت سر میذارید با یه همچین انتخابی. حالا به من بگید یکی دو تا جنبه منفی دیگه این آدم چیه؟ یکی دو تا جنبه
به این منظور دیگه که بعضی موقع ها مثلا بحثمون که میشه میگه تو منو مثلا داری انگار مسخره میکنی با این حرفایی که میزنی، حرفایی که میزنی مثلا درست نیست و اینا. شما به چه زبانی با هم صحبت کرد؟ انگلیسی یا اسپانیایی؟ اسپانیایی. خب اگر مثلا حرفای پدر و مادرش رو بشنوید اونا چی میگن؟ حرفشون هست که این دختر خارجیه، از تو هم بزرگتره، برای چی میخواییش؟ یا چی بهش میگن؟ راجع به من چی بهش میگن؟ آها، علت مخالفت خانوادش چیه؟ خودش به من گفتش که مادرش کلان با هم با هر که هر دختری هر ملیتی کاملا مخالفه، همیشه میگه نه، چون مامانش همیشه بهش میگه که تو مثلا تو با فقط پیش من باشی، فقط باید هر کاری من میگم بکنی و اینجور چیزا، کلان دوست داره در خدمت اون باشه. واسه همین خودش میگه هیچ وقت هیچ کسی رو مامان من قبول نکرده، هیچ کسی رو، هیچ دختری رو. خیلی خوب، بنابراین وظیفه این آقا هست که رابطش با مادرش درست کنه، وظیفه یه دختر که نیست یا شما که نیست، بلکه مادرش اینجوریه. اگر مادری یا پدری با مادرش اصلا رابطه نداره، یعنی اصلا نمیتونه تحملش کنه، سریع باش دعوا میکنه. خب خب پس اون که این که من اومدم اصلا بیرون به خاطر همین موضوع شد، چون مادرش بهش گفته بود این داره از تو سوء استفاده میکنه، اومده که خرجش کمتر بشه و اینا، با اونم خیلی عصبانی شده بود، بهش گفته بود نه اصلا اینجوری نیست، ولی همون حرف اومد به من گفت. منم گفت نمیدونم چرا به تو این حرف زدم، با اینکه اون لحظه خیلی هم عصبانی شدم، ولی نمیدونم چرا بازم بهت گفتم. برای اینکه فکر میکنه واقعیت داره، علت این که از مادرش عصبانی شده، برای که بهتره که واقعا یکی به من بگه احمق، اون زمانی که فکر کنم احمقم بیشتر عصبانی میشم تا زمانی که احمق نیستم. این یک. دوم، همون حرف هم اومده به شما زده. سوم، این آدم آدم غیرعادی هست، شما تفاوت فرهنگی رو متوجه نیستی؟ تازه این در فرهنگ خودش هم غیرعادیه. درست. خب بنابراین به نظر من این رابطه، رابطه سالمی، رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بند متوسط؟ اوایل خوب بود ولی دیگه نه دیگه. یعنی چی نه دیگه؟ بعدم دیگه خیلی 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 کم شد، چون من که اصلا خیلی دیگه دوست نداشتم، اونم چون یه بیماری داره، به خاطر اون مثلا دورایی که استفاده میکنه خیلی یه موقعی خسته بود و اینا دیگه کلن. چه بیماری داره؟ شاید بیماری کلون. یعنی چه؟ یه بیماری روده است که بدن حمله میکنه به روده. حالا تو رفتی وسطه همه این چیزا، تو اروپا رفتی همچه چیزی رو کسی رو پیدا کردی؟ هم مریضه، هم مالی فرهنگ دیگه است، هم مادرش مخالفه، هم از تو کوچیکتره. چی کار داری میکنی دختر؟ تو قصد خودکشی داری؟ حتما این رابطه غلط. خودم هم احساس کردم، ولی احساس میکنم یکم یه حالت وابستگیه یا نمیدونم. بیخور. خب معلومه که همیشه آدم به هر کسی میچسبه. بنابراین بهترین کار نیست که یکی دو هفته ول کنی یه جایی بری ایران، اونجا باشی، بعد برگردی تمومش کنی. به نظر من با اطلاعاتی که تو به من میدی و چیزایی که از خودت میشنوم، من اصلا خوشحال نیستم. من فکر میکنم این رابطه یک به جایی برسه، دو به جایی برسه، بعد از مدتی تموم میشه. برای مهمترین مسئله این است که شما الان اون حس و احساس رو که در آغاز شاید نسبت به هم داشتید، نه تو نسبت به او داری، نه اون نسبت به تو. بنابراین به من میگه، از من همیشه تشکر میکنه، میگه تو خیلی به من کمک کردی، چه اهمیت تو میدونم و اینجور، بعد تو میدونم، ولی تو توفه نیستی، چیزارم بلد نیستی، کارارم من باید بکنم. من اصلا باورم نمیشه. ببین عزیز، ما نمیتونیم تو دنیای باشیم که یه کسی با ما مهربونی کنه کتک اونم بزنه، بعد بگیم خب زمان که مهربونی میکنه مثل آدم هایی که میگن وقتی خوبه خوبه، ما این وقتی بده مسئله ماست. آدم ها کافیس فقط در مدت عمرشون یه دفعه نفر رو بکشن میشن قاتل، هزار نفر رو که نمیکشن. ولی تو اطلاعاتی که به من میدی، من اصلا هیچ خوشحال نیستم. یه رابطه نشون دهنده آسیبای سنگین کودکی توه، نشون دهنده خالی بودنته، نشون دهنده جدایی و تنهاییته.
همین رو دست به دست هم داده. حالا من پیشنهادم به تو اینه که از این رابطه که اگه خواستی بیا بیرون، اون انتخاب توه، ولی به نظر من موندنش اشتباهه. دوم، اگر خواستی یه وقت دیگه بیا یه کمی درباره کودکی و گذشته صحبت کنیم، من ببینم چه خبر است در زندگی تو که همچین تصمیمایی میتونی بگیری یا همچین مدتی اینجا باشی. برای یه سوال ازت دارم، فرض کن این آقا نباشه، یک سال دیگه که درست تموم شد، میخوای اسپانیا بمونی یا برمیگردی ایران یا میری جای دیگه؟ دوست دارم برم، دوستم یعنی بیام آمریکا. خیلی خب، پس بنابراین تکلیفم روشنه و مدرک تو اینجا قبول میکنند و میتونی بری توی سازمانهای داروسازی کار بکنی یا تو داروخانه ها، رایت؟ فکر میکنم یه امتحانی بدم و یه دوستی دارم اونجا که کمکم میکنه تا ببینم یا بعد ادامه تحصیل بدم بعد وارد کار دارویی بشم یا اینکه میتونم فقط اون امتحانو بدم. حالا به هر حال اطلاعاتو بگیر عزیز، ولی این رابطه رو تموم کن. اگه خواستی وقت دیگه بیا درباره خودت نه درباره رابطت با هم صحبت کنیم، چون این رابطه به نظر من خیلی سطحی و بی‌پایه و بی‌مایه است و بعدن پشیمونت میکنه، بعدن وقتهای تو میگذره، بعد کار دست خودت میدی. خودت چقدر دلت میخواد که بچه داشته باشی عزیز؟ من قبلن رو فهم کنم خیلی دوست داشتم، ولی الان احساس میکنم یکم میترسم. دوست دارم داشته باشم ولی با این آدم نه، چون احساس میکنم خیلی استیبل نیستش. من میگم خب یه بچه رو بخوام بیارم که مثلا عذاب بکشه و اینا، مثلا چه کاریه؟ نه کاملا باید موافقم. بنابراین یه وقتی دیگه بیا با هم صحبت کنیم عزیز، یه وقتی دیگه بیا با هم صحبت کنیم درباره خودت، برای که به نظر من اونو اگر بشناسی و باش آشنا بشی یا یه شناخت بیشتر و بهتری از خودت پیدا کنی، انتخاب و تصمیمات درسته و تو این چاه و چاله ها نمیفته. به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.